یک به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد و با درود به شما دوستان یاران عزیزان مهربانان بانوان و سروران درود به شما ایرانیان ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان قبادان آدم کشان از خدا بی خبران خدای خودشون میگن بی پدر و مادران بی همه چیزان قاچاقچیان خانم فروشان عمامداران و بی عمامگان ریشداران و بی ریشان دزدان و دزدان و دزدان آخوندهای دزد پیروان آخوند دزد عمامه دزدی به سرشون گذاشتند هر کسی که در اون حوزه میره علاوه بر حوز خودش که یه اتفاقاتی براش میفته یاد میگیره که دزدی کنه نگاه نکنید یارو مثلا یه آقایی به من زنگ زده بود که آقای فاضلی شما همین رو که به اینا میگی اینا هستن ککشونم نمیگزه گفتم من میدونم خودشونم میدونن من میخوام مردم بدونن اینها روحانی نیستند اینا در حوزه بلاهای سرشون میاد که عقده‌ای میشن برای همه عمرشون اینها خدا رو قبول ندارند حافظ گفت دام تزویر مکن چون دیگران قرآن را اینا قرآن براشون دام تزویره اینا راه نون خوردنشون اینه اینها خدا میفروشن پول میگیرن و تو کار میکنی به اینها پول میدی که خدا ببرت تو بهشت برات خانوم بیاره یا دزدی میکنی از خدا از الله میترسی این فکری که بین شما هست برای خدا اون فکری که در بین عربا هست برای الله هیچ کسی راجبش فکر نمی کنه چون آخوند گفته راجب خدا اگه فکر کنی بیدین میشی پس بنابراین خدا یه چیزیه که نباید بهش فکر کرد باید ببعی بود نتیجتاً وقتی توده ملت این اعتقاد رو پیدا میکنه حکومت دزدان بر او حکومت میکنه این دزدان دزدانی هستند که با اجازه الله دزدی میکنند نه الله زیرزمینی الله آسمونی الله آسمونی اون طبقه های بالا نشسته هر روز به اینا پروانه میده که اینا بیان هر بلایی دلشون میخواد به نام الله آسمونی سر شما بیارن الله آسمونی با اینا رفیقه الله آسمونی با حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم هم رفیق بود حالا اگر صلی الله علیه و آله و سلم نگی یارو یهو رگ گردناش برهم میکنه بعد ازش میپرسی یعنی چی صلی الله علیه و آله میگه من نمیدونم آخونده گفته بگو به خود محمد میگفتن یا محمد ای محمد اما ما باید یه خط یه کتاب پشتش بیاریم علیه السلام علیه صلی الله علیه واسه اون یارو خمینی گجستک امام ره ره نمیفهمم من یعنی چی میگیم امام ره گرفتاری نفهمیه ببخشید منو
عذر میخوام، منم مثل شماها نفهمم. سعی میکنم کتاب بخونم و بفهمم چیه. سعی نمیکنم در جهل مرکب بمونم. اگر در جهل مرکب بمونم، الله اون بالا نشسته، نماینده هاشم پایین، دزدی میکنن، آدم میکشن، مال مردم میخورن، تجاوز به ناموس مردم میکنن، منم میرم نمازمو میخونم. بسیار مسلمانی خوبیه. حضرت رسول که اینجوری نبوده. نه، اینا بدن، اسلام اصلش خوبه. حضرت رسول نشستن و علی ابن ابی طالب و زبیر دستور دادن گردن 700 نفر رو جلوی ایشون بزنن و ایشون هم همینجوری نگاه کردند. بعدش هم بلند شدن، زن یکی از این آدمایی که گردنش زده بود برداشتن بردن تو خیمه. اصل اسلام خوبه، اینا بدن. یزدان که گر ما آخرت داشتیم، کجا این سرانجام بد داشتیم. الله اون بالایی که پروانه دزدی میده که این جماعت از رهبر تا آخوند چلغوز دزد باشند، وزیر و وکیل و قوه قضاییه و نمن فلان و اینا، اکبر دزدم رئیس دزدا باشه، رهبر مفعولم معاون رئیس دزدا باشه، اینا رو همه رو به اجازه اون اللهه، اون که اون بالاست. یا الله درست کردن زیر زمین، اول فرستادنش تو سرداب، حالا فرستادنش تو چاه. با تو پول بده، من نماینده اون الله تیچایی هستم، من نماینده امامم. امام کیه؟ این از تخم و ترکه علی ابن ابی طالبه. بله، پولاشو باید بدی به من، من نمایندشم. برو بده، مال خودتو میدی. تا آدمه که با مغزش فکر نکنه، با چشم و گوشش فکر کنه، در ایران وجود داشته باشه، اینها صبح به صبح میرن تای چاه، صبحونشون رو تای چاه هرچی گیرشون بیاد میخورن، میان بیرون میگن امام زمان کاغذ داده. بابایی چی میگه؟ بعد درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. از آقای هادی خرسندی، هادی خرسندی مش دوست داره یه مش دشمن. من نه باهاش دوستم نه باهاش دشمن. کارهایی که ازش میبینم اگه خوب باشه میام براتون میخونم. یه عده میگن هادی خرسندی نمیدونم اینجور اونجور، به من مربوط نیست. من این حرفی که میخونم توی این قلقشی نمیبینم. اگه کار قلقش دار میکنه به من مربوطی نیست، چون من پیرو کسی نیستم. هر کسی حرف زیبایی بزنه من میام میخونم. اینم به نظر خودمه، ممکنه شما هم از این خوشتون نیاد، ممکنه خود هادی خرسندی خوشش نیاد از این تعریفی که من ازش کردم، ولی من اینجا نشستم کسی از من خوشش بیاد. من اینجا نشستم همه از من بدشون بیاد، برای اینکه حرف حق تلخه. این حرف حق
مردم رو آزار میده. منم مرض دارم میزنم. پیرزن و پاسدار، پاسداری کرد حمله مثل گرگ جانب پیرزنی مادر بزرگ. گفت پیدا باشد از تو تار مو. یه تار مو بیرونه. بنی سگ گفته اگه تار موی زن بیرون باشه یک اشعه‌ای از اون ساطعه میشه که منو تحریک میکنه. اونا چی ساختن دیگه؟ اون وقتا یه زنی رو یه بچه جوونی میگیره میگه مادر موت بیرونه، امت اسلام تحریک میشن. میگه من نمیدونم خمینی چی تو مغز شماها پراکنده کرده. میگه من نمیدونم خمینی چی به خورد شما داده. من لخت جلوی شوهرم را میرم، اون تحریک نمیشه. چجوری این یه تیکه موی سفید من شماها رو تحریک میکنه؟ حتی اونم گفته بنی سگ گفته. گفت پیداش باشد از تو تار مو، بردی از پیغمبر و دین آبرو. آبروی اسلام رفت، برسید به اسلام. در کمیته امشبی داری پناه، میبریمت صبح فردا دادگاه. امشب میبریمت تو کمیته، صبح تو رو تحویل دادگاه میدیم. میگیم آبروی اسلام رو برده، تقبل کرده به اسلام، چون تار موش بیرون بوده. پیرزن لرزان شکسته بیرمق، هرچه چین بر صورتش جوی عرق. گفت دینی با چنین قدر و مقام، صاحب پیغمبر و کلی امام، این همه آخوند از بحرش قطار، مجتهدهایش بزرگم مامدار، جمله توضیح المصالح، توضیح المسائل ها قطور، هر یکی 76 تا بوفکور. قصه گلشیری از صرفش عقب، دولت آبادی ز نحوش در عجب. آنچه در دل آنچه در آن هست آداب خلا، واقعا باید نوشتن با طلا. بله بی خودی که نیست، باید بدونی با کدوم پات وارد خلا بشی، و الا آبروی پیغمبر اسلام میره. به یزدان که گر ما خرد داشتیم، کجا این سرانجام بد داشتیم. با سخنهای چنین نغز و نکو، دین کجا دارد غمی از تارمو. با این دبدبه و کبکبتون، آبروتون تو همه یه دونه تارموی منه که همه چیزتون رو به باد میده. این همه سرباز و هنگ و پادگان، حافظ اسلام و پرچمدار آن، من کجا زورم به کاری میرسد؟ لطمه ای از موی و تاری میرسد. هیچ مو شمشیر نیکوی نشد، هیچ دینی بسته موی نشد. من کی از پیغمبر و از دین او بردم؟ استغفر الله. آبرو. پاسدارش گفت زان موی سپید، کی شما پیران خجالت میکشید؟ چیست پس آن صورتی روژ لبت، جز نشان دشمنی با مذهبت؟ روسری جورجت که نه ابریشم است، قیمتش را هرچه پندارم کم است. چکمه هایت لابد از ایتالیاست، الفتی شاید تو را با مافیاست. و از همه اینها گرانتر مانتوات، دلز مردان میبرد رخت نوات. پشم مانتو میکند اقوایشان، پشم مانتو میکند اقوایشان، لرزه اندازد به سر تا پایشان. روی پشم تکیه کردم چون آخرش با پشم کار داریم.
چیست این مانتو که تو داری به تن؟ چادر مشکی سرت کن پیرزن، مانتو از طرح نو است و پشم ناب، سمبل طاغوت و ضد انقلاب. این بده تا من به مستضعف دهم، حق فرستاده چرا از کف دهم؟ گر رهایی خواهی و شلاق هیچ، میدهم چادر شبی بر خود بپیچ. مانتو تو درار بده به من، نگهبان اسلامه، مگه بی خودیه؟ اربابش خربار خربار میبره، این یه مانتو نبره. مانتوات بگذار و پشت سر نبین، موی خود را هم بپوشان بعد از این. این بگفت و حکم حق اجرا نمود، خود نوشتان را و خود امضا نمود. داد او را کهنه، داد او را کهنه پاره چادری، گفت بر سر کن که سرما میخوری. پس برون آورد مانتو از تنش، بود لابد هدیه بر مادر زنش. گفت آن بانوی مانتو باخته، کهنه چادر بر سرش انداخته، آبرو بردم ز دین با تار مو، دادمش با پشم خالص آبرو. پشمی رو که جنسش خوب بود و پاسدار برد، آبروی دین، آبروی اسلام، آبروی هر چی فکر کنید برگشت بهش. تا روزی که نفهمیم همینه، تا روزی که نفهمیم همینه. مسئله این نیست من بفهمم تو بفهمی، مسئله اینه که 70 میلیون بفهمن. مسئله اینه که جلوگیری کنیم از آلوده کردن مغز بچه ها. جوونه فکر میکنم حدود زیر 20 باشه، ایمیلی برای من فرستاده، آقای فاضلی من مؤدب با شما صحبت میکنم، من با شما مخالفم. اینا درود به شرفت که انقدر جلو اومدی، چون کسانی که اسلامی هستن جز پایین تنه هیچی حالیشون نیست، چون اسلام دین پایین تن است. اسلام از ناف به پایین نگاه میکنه. اگر حرف من قبول ندارید قرآنتون رو بخونید. من از خودم چیزی نمیگم، از حسن و حسینم برای شما چیزی نمیارم. قرآن رو به زبونی که میفهمید بخونید. حرف بدیه. آقای مسلمان، خانم مسلمان، تو مسلمونی بخون. این جوان به من نوشته که شما اگر اعتقاد مردم رو نسبت به امامان از بین ببرید، خب این مردم حالا از ترس اماما گاهی وقتا وقتی قسمشو میدی راست میگن، اما اون وقت ما به چی قسمشون بدیم؟ چرا؟ ببین با عقل بچگی خودش داره یه فکری میکنه، فکر میکنه چون خودش از امام و اینا میترسه و مثلا دست بریده حضرت عباس یهو میبینه که اون جلو داره بلبل میخوره، فکر میکنه همه هر کی قسم میخوره درست میگه. نه، قسم برای دروغگویی فقط، قسم برای آدم ضعیفه، قسم برای آدمی است که جرأت نداره حرفشو بزنه، اون وقت قسم میخوره. قسم هر کسی خورد بدونید دروغ میگه. حرف راست احتیاج به قسم نداره. این قسم رو از طریق قرآن تو مغز ما کردند. الله خودش قسم میخوره. من قسمهای الله رو امروز رفتم پیدا کردم و برای شما میخونم که الله چجور قسم میخوره.
در کتاب اون جلد آبیه نگاهی نو به اسلام، بسیاری از آیات قرآن از سوگندهای الله میگویند. 74 آیه قرآن به گونه کامل و بخشی از 70 آیه این کتاب به سوگندهای الله ویژگی دارد. سوگند چیست؟ سوگند عبارت از قول و یا تعهد مقدسی است که دلالت بر اثبات درستی و یا راستی گفته و یا عملی که به وجدان فرد سوگند خورنده وابسته می شود می کند. سوگند در پایه دارای زیربنای مذهبی است، ولی در امور غیر مذهبی و عرفی نیز کار برد یافته است. هنگامی انسان به سوگند خوردن دست می زند که با فرد دیگری در جریانی درگیر می شود و احساس می کند که در برابر فرد دیگر مورد تردید و مورد تردید و یا نبود اعتماد و اطمینان قرار گرفته و از این رو برای اینکه شک و تردید و یا نبود اعتماد فرد دیگر را نسبت به خود برطرف سازد به سوگند خوردن پناه میبرد. بنابراین به گونه کوتاه میتوان گفت سوگند برای جبران کردن یا برطرف کردن نبود اعتماد و یا ناتوانی منش انسان مورد بهره برداری قرار میگیرد. به همین سبب میتوان گفت که سوگند در زمانی که فردی دارای فروزهای مشکوک و شخصیت مورد پرسش باشد، مانند افراد دروغگو، جرم پیشگان، قماربازها و همانند آنها به کار گرفته می شود. یک جزئی از این خوندم طولانیه، اگر بخوام تمام وقت امروزم رو می گیره. برای اینکه به شما بگم چرا انسانها قسم می خورن و اون وقت چرا خدا قسم خورده و به چه چیزهایی قسم خورده؟ آیا خدا مشکوکه؟ آیا خدا گرفتاری داره که باید بره قسم بخوره؟ و این قسم بیاد امروز توی فکر جوان نوجوان ما و بگه که پس ما مردم رو به کدوم امام قسم بدیم؟ به هیچ وجه در جایگاه ببینید، میگه با این وجود با غایت شگفتی میبینیم که الله در قرآن به عوامل زیر سوگند میخورد. الله که امام نداشته که، تو قرآن از اماما حرفی نیست، اماما را آخوندا درست کردن بر ما. الله قسم میخوره به بادها، به ابرها، به کشتیها، به فرشتگان، به کوهها، به خانه کعبه، به طاق بلند، دریای آتش فروزان. میخوان یکی یکی چیزاش هم بگم، اگر قلم و کاغذ دارید که قرار بوده داشته باشید من بگم خودتون برید پیدا کنید. الله قسم میخوره به بادها، آیه اول سوره 51، به ابرها آیه دوم سوره 51، به کشتیها آیه سوم سوره 51، به فرشتگان آیه چهارم سوره 51، به کوهها آیه یک سوره 52، به خانه کعبه آیه چهار سوره 52، به طاق بلند آیه پنج سوره 52، به دریای آتش فروزان آیه 6 سوره 52. سوره 51 و 52 رو شروع کنید به خوندن، میخواد من الان براتون در بیارم و بخونم. به ستارگان آیه 1 سوره 53، به قلم آیه 1 سوره 68، به روز قیامت
آیه 1 سوره 75، به نفس ملامت کننده آیه 2 سوره 75، به صبحگاه آیه 1 سوره 89، به فرد و جفت آیه 3 سوره 89، به شهر آیه 1 سوره 90، به شب تار هنگامی که جهان را در پرده می پوشاند آیه 1 سوره 92، به روز آیه 2 سوره 92، به روز روشن آیه 1 سوره 93، و به شب آیه 2 سوره 93، به انجیر و زیتون آیه 1 سوره 95، به کوه سینا آیه 2 سوره 95، اسب هایی که نفسشان به شماره افتاده آیه 1 سوره 10. من سوره 51 رو میارم، یکی دو تاشو براتون میخونم. سوره 51، قسم به پراکنده کنندگان، قسم به حمل کنندگان سنگینی، قسم به روندگان به آسانی، قسم به تقسیم کنندگان کارها که آنچه شب به شما وعده داده شده درست است. این قسم های اللهه. در 52، قسم به کوه طور، قسم به کتاب نوشته شده در صفحه‌ای گسترده، و قسم به خانه آباد شده، و قسم به سقف افراشته، و قسم به دریای پر که عذاب خداوندت واقع خواهد شد. پایه قسم از اینجا شروع شده. و تو امروز جوان عزیز، جوان ایرانی، به دنبال اینی که اگر اعتقاد مردم به اماما قطع بشه همه دروغ میگن. نه، همه دروغ میگن چون چیزی دارن که بهش قسم بخورن. همه یه حرف من اینه که عزیز دل من، بفهم اینایی که من دارم، من با قرآن سر کار دارم، راجع به قرآن دارم حرف میزنم، ولی چون قرآن رو از تو گرفتن که نخونی و نفهمی، اینی که هرچی آخوند میگه شده دین تو. دین تو آخوند نیست، آخوند خدا قبول نداره، قرآن قبول نداره، محمد قبول نداره، ولی تو هرچه یاد گرفتی از او یاد گرفتی. آخوند میگه تو کار کن من بخورم، آخوند میگه من سر تو رو میبرم چون الله گفته. در این مورد به خصوص راست میگه، الله گفته. هر کسی تشخیص میده اون طرف مشرک کافر یا هرچی هست، سرشو ببردین. الله دستور داده چجوری تیکه تیکش کنن. الله مثل اینکه یه دوره جراحی یا قصابی دیده. برای تو سخت باور کنی، میفهمم، اینکه من خودم رو تیکه پاره میکنم که بخونید 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 بخونید. آقایی به من تلفن کرده بود، آقای فاضلی، من از شما تعجب میکنم، شما آدم فهمیده هستی. عزیز من، من اگر میرم کنسرت، من میرم اونجا 2 ساعت عشق میکنم، میام بیرون، حالا 100 دلار میدم، 200 دلار میدم، 2 ساعت عشق میکنم. تو به من میگی کتابو بخر، ببر خونه، بشین بخون. این سخته. یا با طنز میگفت یا حقیقت میگفت.
من نمیدونم، من نمیدونم با کیا طرفم. از صبح تا شبم باید به همه جواب بدم. در کتاب نگاهی نو به اسلام نوشته دکتر انصاری آیه های دیگری است که در متن آنها الله به سوگند خوردن دست میزند. در آیه از 1 تا 5 سوره 37 الله میفرمایند سوگند به صفزدگانی که سفارایی کرده و در دفع شر دیو نهادان توانمند بوده و پیام الله را اعلام می کنند که در حقیقت الله تو یکتا و آفریننده زمین و آسمان ها و آنچه در بین آنها واقع است می باشد. الله قسم خورده که اون صفزدگانی که سفارایی کردند و در دفع شر دیو نهادان، این دیو نهاد که میگه میتونم من باشم، میتونم تو باشی، به یک مسلمون اجازه میده که وقتی حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم این کتاب رو داد دست مردم، پروانه داد که مردم فکر کنن اون آقا دیو نهاده، اسم دیو نهاده میذارن طاغوتی، فکر کنن اون آقا مفسد فی الارض، دیو نهاده، محارب با خداست، دیو نهاده، ضد انقلابه، دیو نهاده، موی سرشو بیرون گذاشته، دیو نهاده، چکمه باش کرده، دیو نهاد. الله اجازه داده در قرآن. پس بنابراین الله به صفزدگان و سفارایان و اینا قسم خورده که شماها که میدین این دیو نهادا رو تبلیغ اسلام روشون میکنین یا گردنشون رو میزنین، شما بندگان خوب منی. اسلام آخوندی بعد اسلام اصل خوبه، برو دنبال اسلام اصلیت، برو عزیزم، برو یه آخوند دیگه درست کن، برو یه آخوند کرواتی درست کن، برو یه آخوند از زندان بیار بیرون، برو یه آخوند از فرنگ بیار، برو یه آخوند لچک به سر بیار. آخوند آخونده، به بهانه اسلام میخواد سوارت بشه، تو میخوای سواری بدی، من نمیخوام بدم. آیه 51، آیه 36 سوره 51، سوگند به بادهای عالم که پراکندگر بوده و سوگند به آنهایی که بارهای سنگین را بلند کرده، یعنی حمالا، و به دوش میگیرند و سوگند به کشتی ها که آسان به روی آب روان میشوند، مثل ناوهای امریکایی. الله به این ناوها و این چیزاش و زیر دریایی ها رو نگفته هان، فقط ناوها رو گفته. و سوگند با آنهایی که فرمانها را تقسیم می کنند، مثل نمایندگان ولی فقیه، که حقایق دینی واقع خواهد شد، واقع شده، داریم می بینیم. اینا سوگندهای قرآنه. الله الله، چون میدونستی کسی حرفشو باور نمیکنه، هی قسم خورده. در آیه 1 تا 7 سوره 52 الله
میگه سوگند به کوه طور که براتون خوندم، سوگند به کتاب نوشته شده، سوگند به تومار کتاب گشوده یعنی قرآن، سوگند به خانه غیر مسکونی، سوگند به طاق بلند و سوگند به دریای آتش افروز و روز قیامت که الله قول داده است خواهد رسید. حالا دریای آتش افروزش من نمیدونم کجا بوده، حتما هاوایی بوده. ببینید معجزه قرآنه، حضرت محمد هاوایی خبر داشته، از همه این ناوهای جنگی خبر داشته، قسم خورده بهش. یزدان که گر ما خرد داشتیم کجا این سرانجام بد داشتیم. در آیه 1-5 سوره 90 الله می‌فرمایند به این شهر و به خانه‌ای که تو در این شهر داری سوگند یاد نکنم و سوگند به پدر و فرزندان او که ما بشر را در رنج و مشقت آفریدیم. چرا؟ آزار داشتیم. چرا در رنج و مشقت؟ البته جاهای دیگه هم میگه ما برای بشر خیلی چیزا آفریدیم، میدونی وقت به وقت بوده، هر وقت سر حال بوده یه چیزای خوب میگفته، هر وقت سر حال نبوده یه چیزای بد میگفته. بقیه این سوگندها رو فردا براتون میخونم، چون امروز کارهایی داریم که باید تموم کنیم. به هر تقدیر امیدوارم جواب اون جوونی رو که برای قسم دادن مردم به امام ها مسلمونه داده باشم. بعدش هم هر کاری خودتون دلتون بخواد بکنید. چقدر وقت دارم؟ 13-14 دقیقه وقت دارم. چندین نفر به من تلفن کردن راجع به یک قاضی به نام سید رضایی. اگه یادتون باشه روز جمعه گفتم من خودم قاطی این حرفا نمی کنم، ولی یه اتفاقی افتاده که هی به من تلفن میکنن. حالا اگر یک نفره و 15 تا تلفن با صداهای مختلف آدمهای مختلف میکنن نمیدونم، ولی وظیفه خودم دونستم بگم فقط شماها مواظب باشید پروندهتون پیش این آدم نره، چون میاد. شماها که پولتون کمتره، شماها که پولتون بیشتره مواظب باشین پروندهتون پیش این آدم بره، چون این میاد میگه کی پول بیشتر میده. حتما همه قاضیاشون همینجوره، رأی به اون میده. اسمش هست سید رضایی، شعبه 42 دادگاه صدر، خیابون میر اماد دادگاه صدر. اگه کسی اونجا پرونده داره سعی کنید شعبه 42 نره، بره مثلا شعبه 40. به هر تقدیر من پیامی که از ایران اومده بود برای شما فرستادم و بیشتر از این من خودم رو داخل این حرفا نمی کنم. با دوستان و به خصوص دوستانی که از ایران میان بیرون یا در ایرانن پایه فکرشون بر مبنای دیکتاتوریه. از من نرنجید، این که میگم بر مبنای دیکتاتوریه به این دلیلی که همه فکر میکنن همه چیز رو اونها میدونن و کسانی دیگه نمیدونن، و اگر بهشون نگن نمیفهمن. ما میدونین مثلا زنگ میزنه میگه آقا این تلویزیون های رقص آوازی اومدن سیاسی شدن و دارن میگن که برین رأی بدین. عزیز من در طول سال رژیم به اینا کمک میکنه که اینها مقبول مردم بشن برای همون روزه. خیلی از گوینده هایی که شماها مثلا من خیلی به من اعتماد میکنید، رژیم میاد خرج منو میده، من رو معروف میکنه حتی به عناوین مختلف،
ازم میاد انتقاد میذاره تو تلویزیون، شما رو تشویق میکنه که منو ببینید. تلویزیون هایی که اینجا هست به پول احتیاج دارن، اونها رو یه جوری میاد زمان براشون میخره، تایمشون رو زیاد میکنه. برای چی؟ برای اینکه روزی که احتیاج داره بیان اینا بگن که آقا برین رای بدین. ولی شما بیاید بررسی کنید، جمعیت شهرنشین ایران 75%، جمعیت روستایی ایران 25%. صدای هیچ کدوم از اینا به جمعیت روستایی نمیرسه. اینها برای من فکر میکنم 50% مردم ایران، فرهیختگان شهری، اصلا دنبال کار رای دادن نمیرن، به دلیل اینکه تا زمانی که اون چیز استثوابی اینا باشه، رای دادن یه حرف مسخره ایه، انتخابات مسخره است. که من بیام بگم که آقا به این رای بدین و شما بریم به این رای بدین، حرف مسخره است. اصلا انتخاباتی در بین نیست. وقتی که یک سازمانی به خودش اجازه میده که بیاد بگه که اونهایی که خودشون انتخاب کردن، ملت حق نداره بهش رأی بده، اینی که من انتخاب میکنم ملت حق داره بهش رأی بده. خب این یه حرف مسخره است راجب رأی دادن. و این که آقا اینو میگیم مردم منحرف میشن، آقا اونو گفته مردم منحرف شدن، تا روزی که مردم با دو کلام حرف من یا کسی دیگه منحرف میشن، همین آش همین کاسه. مردم باید بفهمن این مردمن که باید رأی بدن یا رأی ندن. تا روزی که این مردم نفهمن، تا روزی که این مردم ملاحظه اینو بکنن که اگر من رأی ندم فردا نمیدونم کپون قند شکر گیرم نمیاد، همین آش با همین کاسه. علت این که میبینید من خودم رو اصلا دور نگه داشتم از این مسائل، به دلیل اینه که شما هی نیاد بگید که اینایی که ما میگیم مردم اینو بفهمن. نه قربونت برم، مردم اگر قرار بشه به حرف من گرمیشون بکنه، به حرف یکی دیگه سردیشون بکنه، شما در این گرفتاری تا آخر عمرتون میمونید. ما خیلی زمان میخوایم تا فهمیدن. بذارین یه مسئله خیلی ساده براتون بگم. بانوی از انگلیس تلفن کرده به من، پیام گذاشته آقای فاضلی ما نمیدونیم شما در چه کانالی هستید، لطفاً اینو به ما بگید. تلفن قطع کرده. این بانوی که تلفن میکنه اومده انگلیس، از ایران اومده بیرون، داره توی کشوری متمدن زندگی میکنه، هنوز فکر نمیکنه که من چجوری به ایشون بگم که من در کجا هستم. ما فکر نمیکنیم. ما خیلی سطحی صحبت میکنیم. ما نمیریم تحقیق بکنیم، نمیریم به چهار تا در همسایه دوست رفیق، برای اینکه میترسیم. من میترسم به پسر عموم بگم فاضلی تو کدوم کاناله، این میره به چیز خبر میده، به جمهوری اسلامی خبر میده، میان تو انگلیس منو به دار میکشن. من فردا که میخوام برم تو ایران چیز میکنن، تو گلوی منو میفهمن که من گفتم که فاضلی کدوم کاناله. ما میترسیم، ما گرفتاریم، ما نمیفهمیم. تا روزی که نفهمیم این گرفتاری رو داریم. تنها چیزی که ما رو از این حالت خارج میکنه خوندنه.
این وبلاگایی که توی ایران این همه کتاب روشه کسی نمیره بخونه، به من تلفن میکنه آقای فاضلی من کتاب دسترسی ندارم، یک کتاب بر من ایمیل کن. فکر نمیکنه یک کتاب ایمیل کردن چقدر کار داره. ما باید خواه ناخواه فکر کنیم. ما یاد گرفتیم هر چیزی رو همینجوری بگیم. ببینید دوستان، شما خودتون، من، فردا تا یکی میگه دلم درد میکنه، به تعداد نفراتی که اونجا هست نسخه نوشته میشه. راجع به باراک اوباما انواع اقسام حرفا رو ما میزنیم. الان باراک اوباما اومده گفته گوانتانامو رو ببندینش، مثل ماها حرف زده، مثل من و شما. هیچ نگفته که این زندانیا رو کجا ببرین، چی کار بکنین، آیا این زندانیا رو کشور خودشون قبول میکنه محاکمه بکنه، هیچی. گوانتانامو رو ببندین، حرف قشنگیه. مردم هم به 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 به، آقای باراک اوباما کار قشنگ داره میکنه، کار لیبرال، من مخالفش نیستم. اما ما با ظاهر گول میخوریم. تمام مردم دنیا اینجورن، ما 1000 درجه بدتریم. به من میگن تو آدم بدبینی هستی. چرا؟ برای اینکه راجع به همه چی فکر میکنم. من با گوش و چشمم قضاوت نمی کنم. من هرچی میشنوم بررسی میکنم. آقای از انگلیس تلفن کرده جوابم از من میخواد. آقای فاضلی من به همه حرفا شما اعتقاد دارم، ولی من 3 دفعه استخاره کردم دو خوب اومده و اون استخاره نمیدونم با این مردم چه کنم. نیچه یه حرف خیلی زیبا و قشنگی میزنه، میگه برای اینکه بت پرست نباشی لازم نیست بت ها رو بشکنی. بت رو از کلت بیار بیرون، این تو خرابه. من از اصل اومدم مخالف همه این حرفا شدم، طرف به من میگه استخاره خوب اومده. اون یکی از ایران مینویسه اماما را اگه نباشن ما به چی قسم بخوریم. ببینید چقدر ما عقبیم. وقتی تو به استخاره اعتقاد داری، من دیگه با هم حرفی ندارم باهات بزنم. من مخلص شمام، من نوکر شمام، من نمیفهمم، من بیشعورم. برو استخاره تو بکن. میدونید فکر نمی کنیم، به دنبالش نمیریم. چپی ما میگه همونی که من میگم، مردم همه باید همونو گوش بدن، مردم گوسفندن. آخوندمون میگه مردم گوسفندن باید گوش بدن. مجاهد خلقمون میگه مردم گوسفندن باید گوش بدن. مبارزمون میگه مردم گوسفندن. ما اینو یاد گرفتیم. ما نمیتونیم فکر کنیم که مردم هم میتونن فکر کنن. آقا یارو دهاتیه نمیفهمه. عزیز من، این دهاتیه رأی داره. تا روزی که نفهمه این رأیشو کجا بندازه، همین آش همین کاسه. امام زمان بیاد همینه، آمریکا بیاد همینه. اونها هستن که من و تو رو تای چاه میبرن. پس بنابراین در فهمیدن اونها باید سعی بکنی، زمان تو بذاری، فکر تو بذاری، بری مردم یاد بگیرن. تا مردم یاد نگیرن همینه. تبلیغی که برای روستاییان در ایران میکنن تلویزیون های حکومت دینیه و به اونا کمک میکنن که تلویزیون نمیدونم چپش و شبخیز و اینا رو هم ببینن.
برای چی؟ برای اینکه اونها رو میخوان در دست داشته باشن. 25% آراء مردمه، شوخی نیست. در همه چیز دیگر رو روشون میبندند. من وقتی که ایمیل میگیرم از روستاها، آقای فاضلی شما فکر نکن فقط اینجا هستی، توی فرض کن من روستای اطراف برج نور زدم زندگی میکنم، این ایمیل رو دارم برات میفرستم، میبینم کامپیوتر داره و به من داره گوش میده، حالا از چه طریقی من نمیدونم. اینی که من همه سعیم بر اینه که با مردم، اگر کنار بیاید مردم همه میفهمند. فکر نکنید هر کی دانشگاه رفت میفهمه. در دانشگاه ها درسی رو در رشته دانشگاه های حسابی، نه دانشگاه های ایران، ببخشید از فارغ التحصیلان ایران عذر میخوام، اگر استاد خوب نباشه، اگر محیط آزاد نباشه، در دانشگاه آدم هیچی یاد نمیگیره. در دانشگاه های ایران شما فقه باید یاد بگیرید، اونجا خوب یادتون میدن، خودتونم بهتر از من میدونید. ولی در بهترین، در هاروارد فرمول یاد شما میدن در رشته به خصوصی. اگر جامعه شناسی فارغ التحصیل هاروارد باشه، باید بیاد بره تو جامعه ایران زندگی کنه و بعد نسخه بنویسه برای جامعه شناسی ایران. از راه دور نمیتونه این کار رو بکنه. و این حرامزاده های خارجی دارن این مسئله رو. برای همین بی بی سی الان درست شده، اولین عکسی هم که از بی بی سی اومد که به خورد مردم ایران خواهد داد و حکومت دینی هم کمکش خواهد کرد، خانومی با روسری کارگردان برنامه است و گوشی به گوششه، یه نفرم با کراوات اونور نشسته و میبینیم بی بی سی لندن رو مسلمانان قرار اداره کنند. چرا؟ 100 میلیون شنونده فارسی زبان داره. این 100 میلیون شنونده فارسی زبان بایستی مغزشویی اسلامی بشند، چون دولت‌های غربی از اسلامی بودن ماها استفاده میبرند. هر چی دلتون میخواد اسلامی باشید. حرف من حرف ضد اسلام نیست، حرف ضد دین نیست، حرف ضد خدا نیست، حرف خرده. اگر خرد داشته باشی ضد همه اینا خواهی شد، اگرم نداشته باشی من آدم مرتدیم، سرمو باید برید. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.